اجازه بفرمایید من صحبت رو با آقای دایی ادامه بدم. آقای دایی، شما رفتار سپاه رو این وسط چگونه میبینید؟ به نظر شما سپاه پاسداران در حال حاضر اصلا موضعی که به هر حال داره به دستگاه دیپلماسی میده، حالا سپاه دستور میده یا خامنه‌ای دستور میده، ولی به هر حال اون مشاورین اصلی منافع اصلی سپاه رو در نظر میگیرن، به نظر شما چه اتفاقی داره این وسط میفته؟ سپاه خواهان این هست که اصلا برجام شکل بگیره و این توافق اتفاق بیفته، با توجه به اینکه میدونیم که این عوامل سپاه و فرماندهان سپاه پولهای بسیار جدی دارن به جیب میزنن از کنار فروش سیاه نفت ایران در بازارها، به طور منطقی اگر قرار باشه یک همچین ممر درآمد بسیار جدی رو از دست بدن، خب قاعدتا میباید سعی بکنن که در کار برجام سنگ افکنی بکنند و چوب لای چرخ بگذارند. عرض کنم که ببینید، به اعتقاد من سالیان سال که مسائل هم سیاست خارجیش و هم در رابطه با آمریکا هم در منطقه جمهوری اسلامی رو دنبال میکنم، بر این باورم که درسته که اختلافات جناحی، باندی، مافیایی در جمهوری اسلامی در همه زمین‌ها واقعیه، ولی اندازش رو باید در نظر گرفت، نه که انکار بکنیم. در سیاست خارجی اصل یک سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که بر اون اساس حتی سیاست هسته‌ای هم پیرو همونه، باید دستیابی پیدا کنن به بمب هسته‌ای. این رو خامنه‌ای و سپاه با هم، این رو جدا هم نمی‌کنم من، با هم هستن، تمام تصمیمات رو می‌گیرن. این مقدمه بر همه چیزه. بنابراین حتی به یمن که الان می‌رسیم، تمام این بحث‌های برجام و اینام که هست همه درسته، همه اینها درسته، ولی یک و از یه جا باید شروع کرد. شما وقتی یه حکومت یه کاری می‌کنه می‌تونه 10 تا دلیل باشه، احتیاج به یکی. همین مسئله‌ای که آقای هاشمیان اشاره کردن، ما شکست‌هایی که تو این یک سال گذشته یمنی‌های وابسته به جمهوری اسلامی خوردن رو جدی بگیریم، براش مهمه، قدرت نمایی در منطقه براش مهمه. ببینید، جمهوری اسلامی از موقعی که رئیسی رو بود، بارها اینو خدمت رو گفتم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خدمت حفظ قدرت در داخله، مهمترین بخشش هم قدرت نماییه که آقا ما ببین تو منطقه آمریکا که هیچ، همه رو به زانو در میاریم، در داخل قدرت نمایی کنه. در شرایط کنونی که رئیسی رو آورده کرده رئیس جمهور، مشکل اصلی این حکومت به نظر من ترس از قیام مردم. بله. برای اینکه مردم قیام نکنن، اجازه بدید یه دو جمله رو بگم، برای اینکه قیام نکنن به دو چیز نیاز داره: قدرت نمایی، ترساندن مردم، انسجام درونی حکومت. برای قدرت نمایی تو منطقه برایش بسیار مهمه، هم متحدش پوتین تو باطلاق گیر کرده، کشورهای عربی و اسرائیل متحد شدن، در همه جا داره شکست میخوره، اقتصادش ورشکست است، همه اینا ضعفه، باید یه جا قدرت نمایی بکنه. این نقطه اساسی فراتر از سپاه و خامنه‌ای و درگیری هاست. سپاه و خامنه‌ای تعیین کننده اصلی هستند.